سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز به اهمیت تلاوت سوره فلق و فضیلت آن اشاره میکنیم. ممنون که امروز هم ما رو همراهی میکنید و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنید. حمایت شما باعث انگیزه و تلاش بیشتر ما هست. همچنین اگر از برنامه های ما خوشتون اومد، برای دنبال کردن اون در روزهای بعدی فقط کافیه اون زنگوله رو فشار بدین. سوره فلق، سوره 113 همه قرآن کریم در جزء 30 و سوره های کوتاه هست. این سوره کوتاه با 5 آیه، 23 کلمه و 73 حرف فضایل و برکات زیادی در دل خود جای داده است. سوره فلق یکی از سوره های مکی و در ترتیب نزول 20 سوره است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. خداوند در این سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد از هر شری به خدا پناه ببرد، مخصوصا از شر تاریکی شب، زنان افسونگر و شر حسودان. به نظر برخی از مفسران اهل سنت، این سوره هنگامی نازل شد که مردی یهودی با جادو کردن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم موجب بیماری ایشان شد. پس از آمدن جبرائیل و نزول سوره فلق و ناس، آیاتی از آن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و ایشان از بستر بیماری برخاستند. اما برخی از علمای شیعه این روایت را رد می کنند و می گویند که سحر و جادو بر پیامبر تأثیری ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. به نام خداوند رحمتگر مهربان. بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم از شر آنچه آفریده و از شر تاریکی چون فراگیرد و از شر دمندگان افسون در گره ها و از شر حسود آنگه که حسد ورزد. نام سوره فلق از اولین آیه آن گرفته شده که به معنای صبح و سپید دم است. نام دیگر آن معوذه یا پناه بردن است که از واژه های عوض یا پناه بردن در آیه اول گرفته می شود. سوره فلق و سوره ناس را معوذتین می گویند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام را همواره با این دو سوره تعویذ می نمود و با قرائت این دو سوره دو فرزندش را در پناه خدا قرار می داد. این دو سوره را به دلیل اینکه آنها را در مواقع احساس خطر می خوانند مشقشتین نیز گفتند. خداوند در سوره فلق به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که از هر شری به خدا پناه ببرد، مخصوصاً از شر تاریکی شب، شر زنان افسونگر و شر حسودان. بنابر تفسیر المیزان، مراد از نفاثات فلاقد فقط زنان ساحر نیستند، بلکه هر شخصی است که سحر و جادو انجام می‌دهد. در تفسیر نمونه گفته شده است که سوره فلق به پیامبر و مسلمانان تعلیم می دهد در برابر هر شری به خدا پناه ببرند و خود را به او بسپارند. امام حسن علیه السلام می فرماید اگر کسی در ایام کودکی خود را در هر شب متعهد بداند که سوره های فلق و ناس هر یک را 3 بار و توحید را 100 بار و اگر توانایی ندارد 50 بار تلاوت کند،
خداوند بزرگ او را از هر ناراحتی، گرفتاری، تشنگی و غیره که دامنگیر کودکان می شود در امان می دارد. و او به سن کهولت خواهد رسید. اگر چنین تعهدی داشته باشد یا کسی برای او تعهد نماید، تا روز مرگ محفوظ خواهد ماند. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، هر کس این دو سوره را بخواند، مانند این است که همه کتاب‌های پیامبران الهی را قرائت کرده باشد. در کتاب خواص القرآن گفته شده است، هر کس سوره فلق را در هر شب و در هنگام خواب تلاوت کند، اجرش همچون پاداش کسی است که حج یا عمره به جا آورده و روزه گرفته است. سوره فلق امانی است از ناراحتی ها و چشم زخم ها امان می دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند، هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بی حال و یا بیمار می شد، دست های خود را باز می کرد و سوره های حمد، فلق و ناس را قرائت می نمود و چهره خود را با دستش مسح می کرد و بهبودی می یافت. روایتی وجود دارد که فردی به نام ثابت ابن قیس بیمار شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عیادت او رفته و برای بهبودیش سوره های فلق و ناس را قرائت کرد و بر او دمید و برای بهبود حال او دعا نمود و او شفا یافت. در کتاب دعوات الراوندی روایتی از حضرت علی علیه السلام وجود دارد که حضرت فرموده اند، روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را عقرب گزید. حضرتش ظرف آب خواست و بر آن سوره های حمد، فلق و ناس را قرائت کرد و آنگاه مقداری از آن آب را آشامید. سپس درخواست نمک نمود و آن را در آب ریخت و مخلوط کرد و بر موضع درد پاشید که درد تسکین یافت. همچنین در روایتی دیگر فرموده اند که هر کس در خواب ببیند که سوره فلق را قرائت می کند، از حیله زنان و سحر ساحران در امان است و روزیش فراوان می شود. در کتاب طب الائمه گفته شده است که امام رضا علیه السلام شخصی را دید که غش کرده بود. امام دستور داد ظرف آبی آورند. بر آن ظرف سوره های حمد، فلق و ناس را تلاوت کرد و بر آن دمید. آنگاه دستور داد که آب ظرف را بر سر و صورت او بریزند. آب ریخته شد و او به هوش آمد.